ساعتی قبل گفتگویی داشتم با دکتر محمد اولیایی فرد، وکیل پایه یک دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا از تورنتو و ازیشان پرسیدم. به عنوان یک وکیل پایه یک دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا و به عنوان فردی که در رابطه با این حرفه سابقه بازداشت و زندان دارید، بفرمایید که وکلا در ایران به ویژه در رابطه با پرونده های سیاسی و امنیتی با چه مشکلاتی روبرو هستند و پشت پرده اصلی و نهادهای تصمیم گیر در رابطه با برخورد با وکلا از نظر شما چه کسانی هستند؟ با هم پاسخ را ببینیم. روز 24 ژانویه در تقویم سازمان ملل روز وکلای در معرض خطر هست. به همین دلیل هم طبق مصوبه سازمان ملل اصول اساسی رفتار با وکلا به کشورها ارائه شده و طبق مصوبه سازمان ملل در واقع کشورها نمیتونن به سادگی وکلا رو به زندان بندازن یا مورد تهدید قرار بدن به دلیل اشتغال به حرفه وکالت و قبول پرونده هایی که در زمینه حقوق بشری دارن. در قوانین داخلی هم مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستش که مصوبه سال 70 که عنوان میکنه که وکیل در موضع و مقام دفاع از تأمینات و احترام شغل قضا برخورداره. یعنی همونجوری که قاضی رو نمیشه به سادگی دستبند زد به زندان انداخت، وکیل رو هم به سادگی نمیشه به زندان انداخت. اما با این وجود ما ببینیم که تعداد زیادی از وکلای حقوق بشری یا الان در زندان هستن یا در معرض حکم زندان هستن و یا از پروانه وکالتشون تعلیق شدن و یا محروم شدن از وکالت. و علت اصلی این که وکلای حقوق بشری در واقع در معرض خطر قرار گرفتن قبول پرونده های سیاسی امنیتی و مشکلاتی که در پرونده های سیاسی امنیتی قرار داره. اما مشکلات پرونده های سیاسی و امنیتی چی هستش که باعث میشه که وکلا در معرض خطر قرار بگیرن؟ مشکل اصلی پرونده های سیاسی و امنیتی این هستش که نهادهای امنیتی ضابطین دادگستری هستن. بنابراین وقتی که نهادهای امنیتی ضابطین دادگستری هستن، این نهادهای امنیتی گزارشاتی رو از پرونده ها تهیه میکنن، گزارشات یک طرفه و دروغینی تهیه میکنن و ارائه میکنن به دادگاه و قضات هم مجبورن این گزارشات رو قبول بکنن. چرا مجبورن قضات گزارشات نهادهای امنیتی رو قبول بکنن؟ به علت اینکه در واقع قدرت نهادهای امنیتی از قضات بیشتره. قدرت نهادهای امنیتی نشأت گرفته از بیت رهبری است. این رهبر جمهوری اسلامی هستش که قدرت بیش از حدی به نهادهای امنیتی داده که اونها میتونن در واقع قضات رو تحت نفوذ خودشون قرار بدن و وقتی هم که قضات طبق نظر نهادهای امنیتی حکم صادر میکنن، اون موقع این وکلا هستن که نسبت به این موضوع اعتراض میکنن. در نتیجه هم متهمین براشون مشکلاتی ایجاد میشه، در معرض خطر اعدام قرار میگیرن، در معرض احکام سنگین قرار میگیرن و هم وکلایی که نسبت به بیقانونی ها و نقض مقررات در پرونده‌های امنیتی سیاسی هستش، ما اونها هم در واقع مشکلاتی براشون به وجود میاد. همین ساعت پیش بود که اعلام شد که محمد قبادلو در واقع از معترضین جنبش زن زندگی آزادی اعدام شده و در واقع پرونده محمد قبادلو سراسر نقض مقررات قانونی بوده، در حالی که اعاده دادرسی در واقع تجویز شده بوده. با این حال این معترض رو اعدامش کردن. خب الان وکلای محمد قبادلو میدونن که موکلشون با نقض مقررات نقض مقررات قانون موضوعه اعدام شده. اگر اینها اعتراض بکنن با تهدید مواجه میشن، با زندان مواجه میشن. بنابراین عمده مشکلاتی که وکلا به خطر میفتن، عمده مشکلاتی که متهمین سیاسی و امنیتی دارن از طرف نهادهای امنیتی است که ضابطین پرونده‌های سیاسی و امنیتی هستن و احکام رو به قضات دیکته میکنن و قضات هم مجبور هستن که در واقع
این گزارشات و عینش رو بیارن در دادنامه ها و به عنوان حکم تلقی بکنن. حالا بعضی از قضات هم مثل قاضی صلواتی، اونها در واقع از جان و دل سعی میکنن این گزارشات دروغ رو اعمال بکنن، ولی قاضی های قضات دیگری هم هستن که از این گزارش میدونن که این گزارشات نهادهای امنیتی گزارشات دقیقی نیست. بنابراین اگر قرار باشه که وکلا در مرز خطر قرار نگیرن، باید قانون وکلا پشتیبانی بکنه از وکلا، سازمان ملل باید پشتیبانی بکنه از وکلا، نهادهای مدنی باید پشتیبانی بکنه از وکلا، و همچنین اگر قرار باشه که مشکل پرونده های امنیتی حل بشه، قضات باید استقلال داشته باشن و در واقع گزارشات نهادهای امنیتی رو به تو چشم‌بسته قبول نکنن.